يعني من مطار بوليس عندنا هون دراو جام كده مبرا جملة مولاي مجيد را قد خانوم شي وخانواتش كده بورت یال امدین در پاکستان به عنوان یک مهاجر کاردینیتور سازمان ملل داریم و نمیدونم که دولت پاکستان این قابل پسند خود قبول دارد یا نه بنده از یابلا تکلیف دلهوری برادر از مو از این که اینا ترس و استرس از این که آیا این کارت از ما قابل قبول حکومت پاکستان است یا نه در حالی که این کارت سازمان ملل به ایشان داده و ایشان میتونه توسط از این کارت قانونی در پاکستان زندگی کنه و دلهوری از این از این که ما یک وقت خدای نخواسته با وجود موجود بودن از این کارتم دیپورت نشدم. خب عزیزا ما خیلی زیاد شنیدیم که کسایی که کارت سازمان ملل مهاجر کارت شناخت کارت که بعد از سال 70 باشه اونا را کلا بلاک کرده و به احتمال زیاد که اونا را دیپورت مونه. شنیدیم البته ندیدیم. خب امروز هم که ما بیرون شدم موتورای پلیس اومده در منطقه صحیح منور کالنی که منطقه زمینای حسین دو طرفه و پلیس ها فعلا در اونجا شنیده که کسایی که مهاجر کار داشتن دیپورت شده. موریم در اون منطقه اگر امکانش بود قد دوستا قد برادرها صحبت میدیم که آیا کسایی که کارت سازمان ملل کسایی که مهاجر کارت را اینو هم دیپورت میشه یا نه تا عزیزایی که بیننده از مو از کویته پاکستان عزیزایی که مهاجر کارت را عزیزایی که در کویته پاکستان کیست را و چشم برای ویزیشان است قد نمزی ویدیو از مو سوالایش حل شونه در سوالایش پاسخ داده شونه چقدر بده مو در بین خو همدیگر خود را قبول نداریم کسایی که یک دو سال دیرترنده در همدیگر زخم زبان میگیم کنایه میزنیم همدیگر را قبول نداریم و امروز حکومت پاکستان هر دوی از ما را قبول نداریم و این خیلی ناراحت کننده ای کاش در هر شرایطی که قرار بگیریم همدیگر دوست داشته باشیم همدیگر پذیر باشیم در کنار همدیگر باشیم در پشت همدیگر باشیم و همدیگر از زخم زبان نزنیم و ناراحت نکنیم نام یاد خدا دوستا و همراه های عزیزم سلام روزشون بخیر امیدوارم هر کجای جهان هستید خوب و خوشحال و صحتمند باشین عزیزا امون رقم که به ویدیو پیش و بخش شما گفتم که همی اخراج مهاجرین بدون اسناد در وقتا در شهر کویته پاکستان همونطور خیلی شدت پیدا کردن و سوال خیلی عزیزا ای بود که کسایی که کار سازمان ملل داره کسایی که مهاجر کار داره و کسایی که یک نیمچه اسناد دارن مخصوصا کارد سازمان ملل و مهاجر کارد آیا اینا هم شامل دیپورتیو میشه یا نه؟ باز عزیزان ما میخواییم دنمزی ویدیو بخش از شما معلومات جمع آوری کنیم که آیا کسایی که کارد سازمان ملل داره کسایی که مهاجر کارد داره و مهاجر کارد هم که به احتمال زیاد تاریخش تیر شده از هم مگی تمدید نشده میخواییم بریم مردم صحبت کنم نظر از ما رو بخشش میگیرم و اینمی سوال شما رو کوشش نم که در اولای نوزی ویدیو بخشش جواب پیدا کنم چون امروز در منطقه منور کالونی صاحب زمینای حسین پلیس هم ده و در اون خانواده را رد مرز مونه ما چه قسم که شنیدم خانوم ها رد مرز مونه و موریم سهر مونیم که چه رقم از چشم گید خورا باز بعد از اون در اولای ازی ویدیو اتمن قجرش مشارک نیم کم پیشتر که بوری منطقه زمین های حسین دیگه پولیس هم فلان در اونجا ساحه یا باش بوری سایت کنیم این وضعیت از چه قراره پیشتر مرقم در فیلم بخشش می شود دادم که ملای مسجدی از این ساحه را قنجر خانواده شد پلیس داخل ماشین خویشت برد
حالا معلوم نیست اونا رد مرز بنه یا نه. ما شنیدیم که اونا مهاجر کار داشته از سالای خیلی قبل تمدید نکده ولی داشته. خب اونا را پلیس ها داخل ماشین قشت برد دیگه، معلوم نیست که رد مرز بنه یا نه. و دیگه ای که کسایی که کار سازمان ملل دارن قد خیلی ها صحبت کردی، بعضی ها گفته کار سازمان ملل می چلا قد از او رد مرز دانه، ولی بعضی هم گرن نم چلا رد مرز بوده. حالا حقیقت ای که چیه نم دانو. شما عزیزا کسایی که معلومات این درست داره حتما در قسمت کامین نوشته کن که کار سازمان ملل و مهاجر کار دا فلان می چلا یا نه. دوستا قد یک از هموطنان از مو هستیم که اینا هم کارد سازمان ملل داره و 7 سال شده کویتو پاکستان زندگی کنه، خود چه خود خود را بخشش معرفی نه. سلام برای همه دوستا و قوما و برادرای گل عزیز خادیما. این جانب بنده محمد حسن ولد حبیب الله از ولایت غزنی و رسالی جاغری نهای هدقل که بنده مدت 7 سال است که کارد یونیسر سازمان ملل متحد را درم. در مدت 7 سال سالانه یک است تمدید میشه. مدت 2 سال که این نفر کارد از من تمدید شده، 1 سال و 8 ماه وقتی کارد از من منده، 4 ماه از این کسا به پایان رسیده. که بنده در مدت 7 سال که کدوم دولتی، کدوم سازمانی مللی وجودی هم نداشته و روی حقیقت و کارای از مر کسا پیش نبرده. و ما بلا تکلیف در منطقه صوبه بلوچستان در منطقه بروری هستیم. یعنی کاردی که ما داریم تا حالا قد از این کارد مشکل نبود. مدتی که دولتی پاکستان اقدام کرده درباره مهاجرین، الان معلوم هم که نیسته یک کارد ما قابل پسندی دولت پاکستان نیسته. هسته یا نیسته؟ نیسته. به نظر از اینکه ما در چکین های از یا که میادم نیده صحیح بروری اینا کس زیر نظر که گرفته اینی کاردار میگه قابل پسندی دولت پاکستان نیست. پاس چکین تالا بله خانه خود از منم ده. واقعا خیلی دردناک است. ما از مردم هدقل جاغوری هستیم. خود شما ما رو خب به رسمیت میشناسین که ما حسن ناصری، بلخصوص مردم جاغوری تک تک شما ما رو میشناسین که ما منطقه هدقل ما کسته ده چی شرایطی ده چی بدبختی مثلا من جنگ رسی پری کرد یا الان اگر خدایی نکرده به محصی که ما شخصا خود از ما بندر اگر بیگره ما داخل افغانستان شونم احتمال 100% کسته جان از ما ده خطر هسته که ما زیده شونم. به خاطر که خود شما خبر دارین که مثلا ده منطقه خودی ما حاجی کاکاییم خدا رحمت کنه و دیگه از او گذشته جنرال باشی خدا رحمت کنه، اینا کسته هرزاده ما هسته مثلا میان دوشن از برادرای ما هسته 85 نفر برادرای ما کسته ده منطقه هدقل از دست رفته و دیگه حکومت هم افتاده دست طالب هم که دیگه مثلا حکومتش خود شما میگیرین که چه رقم حکومت داره. خدای نکرده اگر ای قماندانای یا مثلا ای نفرایی که در خود دولت که خدمت کرده دولت افغانستان او یکی که دیگه کس پول نهوم اکثرا نش که ایتخم کاردارم که نداره که هیچی. خدای نکرده اگر اینا کس تا مثلا مادر پاش شود مثلا چطور خواهد اینی کار از ما کسته ما یک کسه قدر یک ورق کتابچه هسته یعنی دو ساله که تمدید شده اینا رو خوب توخ کن تو اینی که خیلی ما این کارت کوچیک چاپ کدیم اینی کسه تا 2025 ما وقت درم نمیدی پاکستان ولی قانون دولت پاکستان کسته یک قانون زیر پایی کده و سازمانی میلال که توغنم حقوق بشری که توغنم هم وجود نداره. دیدیم درد داره ایر میخواییم بیان کنم. سازمان ملل اگر توجه داشته بود در مدت 7 سال که کارت کسه برای زیر کارت را دیده دفتر یونیسر سازمان ملل ولی درباره از این توجه ندارد، درباره از این افراد جای بجای ندارد. ما خواهش می‌کنم از تمام برادرایی که ویدیوی از ما را با خانم حسنیار که میگرنین تشکر از خانم حسنیار که همیشه ویدیوی دلنشین از اینا را کسه ما و شما کسه تماشانیم و تشکر از یا از مهربانی از یا که قد از ما شما هم که چیزا رو میره ما رو هر گوشه هر برادرای از ما شما کش میره هم دردینه که مثلا ایر بیان کن ما بیان میریم توخ کن برادرا اینا رو کلن در اشتراک بلین که تا از دانت پاکستان ما اصلا گیله نداریم و از سازمان ملل ما گله داریم، از حقوق بشر ما گله داریم. به دلیل از این ما از دولت پاکستان گله نداریم که دولت پاکستان اینقدر مهاجری که دمنی خاخ و تحمل و برداشت چیدره، آیا کشور کانادا، آیا کشور امریکا، آیا کشور استرالیا، آیا کشور جرمنی اینا کسته اقتصادش ضعیف هسته یا قاره استرالیا خاکش از خاک پاکستان کدام کم کسری داره، چرا مهاجر پذیر نیسته؟ نمیفهمم که شطرنج دبلی کشورهای مسلمانی وجود منه یا این که اینا کسته کدام برنامه ها و پشت پرده کدام کارهای دیگه داره. ما تشکر
و فراوان از تک تک شما برادرای دارم که این ایره ما با خانم حسنیار که ما رو میبینین در ویدیو مثلا ایره در اشتراک بیلین ما از دولت پاکستان گله داریم از دولت حقوق بشر و سازمان ملل ما گله داریم که ما را کس باید به داد مردم بیچاره هزاره بلخصوص هزاره قوم ما افغان ما مثلا به درد ما بخوره که تا ما را از این بدبختی ها از این سرگردانی ها از این بیچارگی هایی که مثلا اواره هستیم از خاک خود مثلا ما را بیرون بکشه و ما را به کشورهای خارج بفرسته که تا ما اونجا بتونیم بچهای ما درس بخونه تحصیل کنه. یال امدین در پاکستان به عنوان یک مهاجر کارد نسر سازمان ملل داریم و نمیدونم که دولت پاکستان این قابل پسند خود قبول دارد یا نه. بنده یا دلهوره برادر از شما از این که اینا ترس و استرس از این که آیا این کارت از ما قابل قبول حکومت پاکستان است یا نه، در حالی که این کارت سازمان ملل به ایشان داده و ایشان میتونه توسط از این کارت قانونی در پاکستان زندگی کنه. و دلهوره از این از این که ما یک وقت خدای نخواسته با وجود موجود بودن از این کارت دیپورت نشدم. خب عزیزا ما خیلی زیاد شنیدیم که کسایی که کارت سازمان ملل مهاجر کارت شناخت کارت که بعد از سال 70 باشه اونا را کلان بلاک کرده و به احتمال زیاد که اونا را دیپورت کنه. شنیدیم البته ندیدیم. خب امروزم که ما بیرون شدم موتورای پلیس اومده در منطقه صحیح منور کالنی که منطقه زمینای حسین داو طرفه و پلیسا فلان در اونجا. شنیده که کسایی که مهاجر کارت داشتم دیپورت شده. موریم در منطقه اگر امکانش بود قد دوستا قد برادرها صحبت میدیم که آیا کسایی که کارت سازمان ملل کسایی که مهاجر کارت را اینو هم دیپورت میشه یا نه، تا عزیزایی که بیننده از مو از کویته پاکستان عزیزایی که مهاجر کارت را عزیزایی که در کویته پاکستان کیست را و چشم برای ویزیشان است و امروز دلهره را که ما بودا ما دیپورت شنم و از این چانس که ما در کشور سوم پناهندگی دادم از این چانس مفتم قد نمزی ویدیو از مو سوالایش حل شنه در سوالایش پاسخ داده شنه و اگر کسایی که کارت سازمان ملل داره کسایی که مهاجر کارت داره اگر اونا دیپورت نمیشه ما توسط از این ویدیو بخش شما خبر رسانی مونم که اگر دیپورت نمیشه بعد از این خاطر جمع و با خاطر جمع و آسوده خاطر این روزا را سپری کنیم. پلیس ها رفت طرف زمینای حسین که ما طرف زمینای حسین رفت فعلا هیچ گپ نبود و از مردم که پرسان کردیم مردم گفتن که فعلا وقتی نون چاشت و اونا برخوردن غذا رفته و در این منطقه تمام خانه ها تقریبا سرده شده. کسایی که مدرک نداشته اونا متاسفانه دیپورت شده که ای کاش نمیشد. وضعیت یک رقمه که حتی در چهره کودک ها کسر کنیم یک وحشت خیلی بد نهفته یه که کودک ها تا در بین خونگه پولیس ما ایمان یک رقم نراحت که تازه قد خواهر من باید من گفتم سر از دل درم منفجر میشه از بس که نراحت تا که ما مردم می قدر بدبختی قدر آورگی تا که بکشیم کوچه پاکستان بخشه اکثریت عزیزایی که در اینجا در همه گیه این منجر یک پناهگاه امن بخشید فکر که در آمده در اینجا پناه بوده خیلی ها کیست را خیلی ها واقعا مجبوره که حتما باید به خاطر امنیت جان از خود خوب به خاطر امنیت تامین امنیت جان خانواده خوب آمده در اینجا زندگی منوایه امروز چقدر تاسف باره که بازم یک امید نسبی که نا بلده ایدانمه زندگی خداش داره و از دست میدیم ترس از یاده چه هرش که شاید دیگه اینو امید را از دست بدیم و را که مرس شدیم از این باور ما خیلی نراحتیم چقدر بده مو هزاره ها در بین خو همدیگر خورا قبول نداریم کسایی که یک دو سال گاتر یک دو سال دیرترنده در همدیگر زخم زبان میگیم کنایه میزنیم همدیگر را قبول نداریم و امروز حکومت پاکستان هر دوی از ما را قبول نداریم و این خیلی نراحت کننده ای کاش در هر شرایطی که قرار بگیریم همدیگر دوست داشته باشیم همدیگر پذیر باشیم در کنار همدیگر باشیم در پشت همدیگر باشیم و همدیگر از زخم زبان نزدیم و نراحت نکنیم.
خیلی از زیاد نفر خصوصان کدی کسایی که دینی منطقه که ممدو مناسو سروی شده کسایی که بدون اسناد بوده هیچ چیز نداشته اونا رو پلیسا برده حتی خانواده را و کسایی که مهاجر کار داره کسایی که کارت سازمان ملل داره البته سازمان ملل دو رقم کارت میده یک رقم که عکس شخص در روی کارت نصبه اونا را کسا رد مرز نده عزیزایی که ایشون مهاجر کار داره قنجقه کار سازمان ملل همراه با عکس اونا خاطرش جمع باشه که اونا شامل دپورتیان نمیشه چون ما از چندین نفر کرسان کده و تقریبا شاگ از دپوره دوستامو سوال زیاد کردیم خود مردم مختلف جواب دادن بعضی هم گفت قد پرس از منال داده مرز نه بعضی ها گفت قد مهاجر کار رد مرز نه بعضی ها هم گفت قد هر دویش رد مرز نه ولی در این شرایط خیلی زیاد مواظب خوب باشین مواظب خانواده خوب باشین بخش تک تخش مارزی صحتمندی جانجوری و زندگیشم را پر از اتفاقات خوب اتفاقات خوش بخش شما رو هدف از ثبت از این ویدیو این نبود که بخش شما از معلومات سالم را اقلم تا شما عزیزایی که چشم برای این شما عزیزایی که خیلی سوالات دارین که هنوز سوالات چون در دلشون باقیه و حل نشده تا جای توسط از این ویدیو ازمان مو سوالات چون حل چونه واز هم عزیزا بخش تک تکشم آرزوی خوبه و خوشبختی دارم شما را تا ویدیو بعدی تا برنامه بعدی در خدا افتا مزبارم اونو طرف ها کسا زمینه حسین و پولیس ها امروز دونمو سلطان ده مورم سلم که در کجا رسیده و سرویش چی رقمه